شش باری همیشه از خود پرسیدم که این نیمفت ها سرانجام چه شدند در این دنیای علت و معلول های پیچیده و سخت آیا ممکن است تپش های پنهانی که از آنها دزدیدم بر آیندهشان تأثیری گذاشته باشد؟ درست است که وقتی مالک او بودم خودش هرگز نفهمید اما زمانی که بزرگتر شد چه متوجه نشد آیا با در هم بافتن تصویر او با تصویر تز خودم در شکل دادن به سرنوشتش نقشی نداشتم آه که همواره این پرسش وحشتناک بی پاسخ مانده و خواهد بود توضیح ولابتز لذت حسی دخترک زیبارویی که در افسانه های کوهن یونان از پدر و مادری به نام کوپید و سایک به دنیا آمد. ادامه داستان با این همه سرانجام فهمیدم آن نیمفت های ناز و کندام زیباروی دیوان کننده وقتی بزرگ می شوند چه شکلی هند. یادم میآید که در یک بعد از ظهر خاکستری بهاری در امتداد خیابان شلوغی نزدیک کلیسای مدلن قدم می زدم. توضیح مدلن اسم کلیسایی است در پاریس که بسیار معروف است و هامبرت هامبرت که در اینجا با دختری خیابانی روبرو می شود با بدجنسی به این واقعیت اشاره می کند که کلیسا را به اسم مری مندلن روسپی نادم نامگذاری کردند ادامه داستان دختری قد کوتاه و لاغر با کفشهای پاشن بلند و قدمهای چست و چابک تند از کنارم گذشت همزمان یک بار دیگر به هم نگاه کردیم او ایستاد و من سلام گفتم و نزدیک شدم قامتش شاید حتی به موهای سینه هم نمی رسید مانند بیشتر دختران فرانسوی چهره ای گرد و چالی در زنختان داشت از مجه های بلند و لباس خوشدوخت خاکستری مایل به آبی چسبان به بدنش که هنوز خوب مانده بود خوشم آمد و این همان پژوا که نیمفتی بود لرزی از خوشی تحریکی در اندام جنسیم در او چیزی بچگانه با وگول خوردنهای هرفی کپل پرتحرکش در هم می قیمت را که پرسیدم بیدرنگ به زبان فرانسوی و با صدای خوشنوای ظریف زنگ مانندش مثل یک پرنده درست مثل یک پرنده پاسخ داد صد سعی کردم چانه بزنم ولی در نگاه متمایل به پایینم که تا پیشانی گرد و لبه کلاه سادش با نوار و یک حلقه گل پایین آمده بود آن اشتیاق لعنتی را دیدم و با مجد زدنی ناگهانی گفت متاسفم و وانمود کرد که دارد می رون. شاید تا سه سال پیش هنوز دهانش بوی شیر میداد. همین فکر مشکل را حل کرد. او به راه افتاد و من از پیش و از پله های شیبدار معمول که بالا رفتیم مثل همیشه زنگی را به صدا درآورد تا راه را برای این موسیو باز کند. او که شاید دلش نمیخواست در این مسیر اندوه زده به سوی آن اتاق حقیر که فقط تخت خواب بود و بیده موسیوی دیگری را ببیند بنابه رسم دخترک فوری کادوی کوچکش را خواست و من اسمش را پرسیدم مونیک و سپس سنش را هجده با راه و رسم دیرین دختران خیابانی خیلی خوب آشنا بودم همه توتیوار میگویند هجده چنان قاطع که جایی برای بحث نمی مانند و تا ده بار در روز هم این دروغ را حسرتبار تکرار می کند. موجودات کوچولوی بدبخت در مورد مونیک شک ندارم که دست کم یک یا دو سال به سن واقعیش افزوده بود این را از روی نشانه های بیشماری چون بدن توپر، ترگل و ورگل و نارس او دریافتند. وقتی لباسهایش را با چنان سرعت دلفری در می آورد، لحظه نیمی از بدنش را در توری رنگ رو رفته پرده پوشاند و با خوشی کودکانه به صدای ارگی که در حیات قبارالود زیرین پخش می شد. گوش داد دستای کوچکش را که وارسی کردم و به گونه ای ناخونهای کسیفش را نشانش دادم با ترش روی کودکانه ای گفت آره خوب نیست و به سمت دستشویی رفت گفتم مهم نیست اصلا مهم نیست با آن موهای قهوه‌ای کوتاه چشمهای خاکستری درخشان و پوست سفید بسیار دل ربا می نمود باسنش از باسن پسر بچه های توپل بزرگتر نبود چیزی که در واقع از گفتنش عبایی ندارم و راستش برای همین هنوز هم در خاطره آن اتاق خاکستری توری با مونیک کوچولو پرسه میزنم این است که در میان نزدیک به هشتاد باری که برای خود وحشت آفریدم بودن با مونیک تنها باری بود که به من لذتی ناب داد هنگامی که لباسش را با همان چابکی و تندی می پوشید با خوشرویی گفت کسی که این را اختراع کرده آدم باهوشی بوده وقتی از او تقاضای مأموریت مفصلتری برای همان شب کردم گفت ساعت نو تو قهوه خانه سر خیابان می بیندم و سپس قسم خورد که در این عمر جوانش هرگز اون لپین پوز بدقولی نکرده است باز هم به همان اتاق برگشتیم دیگر نتوانستم خودم را نگه دارم و به او گفتم خیلی زیبایی و او با وقار پاسخ داد این نظر لطف شماست سپس متوجه چیزی شد که من هم در آینه ای که بهشت کوچک ما را منعکس می کرد متوجهش شدم قیافه ترسناک من با دندانهای روی هم فشرده که دهانم را از ریخت انداخته بود مونیک کوچولو وظیفه شناس که به راستی نیم فت بود میخواست بداند که پیش از همخوابگی لایه قرمز روی لبانش را پاک کند تا اگر دلم خواست بتوانم او را ببوسم یا نه البته که دلم میخواست بیش از هر زن جوان دیگری که پیش از او دیده بودم خودم را در او رها کردم و آن شب آخرین تصورم از مونیک مجه بلند با چنان نشاطی شک گرفت که با کمتر رویدادی از رویدادهای تحقیر کننده نکبت بار و ناگفته زندگی عاشقانم توانستم چون این ارتباطی برقرار کنم وقتی دخترک نیمه بیدار با هامبرت هامبرت لق لق کنان در شب بارانی آوریل قدم گذاشت به نظر از پاداش پنجاهی که به او دادم خیلی خوشنود بود روبروی ویترین مغازه ایستاد و با شوق زیادی گفت با جه و مشتی میخواهم برای خودم جوراب ساق بلند بخرم و من هرگز آن لبهای کودکانه پاریسیش را که کلمه با را با چنان اشتیاقی ادا کرد که آ در انفجاری کوتاه و شادمانه به او بدل شد مثل ب فراموش نمی کنم. روز بعد سر ساعت دو و پانزده دقیقه بعد از ظهر توی آپارتمان خودم با او قرار گذاشتم اما انقدر با وفقیت آمیز نبود به نظر یک شبه از نوجوانی به سوی زن شدن رشد کرده بود سردی را که در او دیدم سبب شد چهارمین قرارم را با او به هم بزنم البته از بریدن زنجیر آن رابطه احساسی متاسف نبودم زیرا احتمال این خطر بود که با آن حال و هوای جانگدازش باعث دردسر شود و سرانجام با سرخوردگی پایان یابد پس بگذار در خاطرم همان مونی که باریکندام زیبا بماند همانطور که یک یا دو دقیقه برایم بود نیمفت تخسی که به واقع در قالب فاهشه ای جوان میدرخشید. آشنایی کوتاه هم با او سلسله چیزهایی به من آموخت که شاید برای خواننده راه و چاه بلد بسیار بدیهی باشد در یکی از روزهایی که دلدار شده بودم تبلیغی از یک مجله جنسی در اتاق کار دوشیزه ایدیت مرا به زانو درآورد. دوشیزه ایدیت از من خواست در میان کلکسیون عکس های به نسبت رسمی از آلبومی کثیف به نام به من زیبای مو قهوه‌ای نگاه کن یکی از همسرشت هایم را پیدا کن وقتی آلبوم را پس کشیدم و به گونه ای اشتیاق به را لو دادم قیافه ای به خود گرفت که گویی میخواهد در خروجی را به من نشان دهد با این همه پس از این که پرسید چه قیمتی حاضرم بدهم منتی گذاشت و مرا به کسی معرفی کرد که گویی میتوانست برایم کاری بکند فردای آن روز زن پرحرف آسمداری با لحجه تقریبا دلقک مانند پرانسی بوی سیر و آرایشی قلیز و سبیلی سیاه پشت لبهای بنفش مرا به جایی برد که از قرار معلوم خانه خودش بود و آنجا پس از آن که نک قلمبه های گوشتیش را خوب بوسیدم تا کیفیت شهوتانگیز کالای قنچمانندش را به او نشان دهم پرده را نمایشی پس زد و آن بخشی از اتاق را که به نظر من معمولا خانوادهای بزرگ و شلخته در آن میخوابیدند نمایان کرد حالا خالی بود فقط دختر بسیار چاق و چله و رنگ پریده ای که به طور زننده ای ساده بود روی صندلی نشسته و سرسری به عروسک کچلش شیر می داد. گیسوان سیاه و کلفتش را با نوار قرمز آراسته بود و دست کم پانزده سال داشت. وقتی سرم را به نشانه منفی تکان دادم و کوشیدم خودم را از آن دام بیرون بکشم زن ور ور کنان شروع کرد تنه کشباف چرک مرده دخترک لندهور را درآورد. اما همین که عزم جزم مرا برای رفتن دید خواست که دست مزدش را بده همزمان دری ته اتاق باز شد و دو مردی که داشتند توی آشپزخانه غذا میخوردند وارد بحث شدند هر دو سیاه چرده و بدقواره بودند با گردنی برهنه و بیکراوات فقط یکیشان عینک آفتابی به چشم داشت پشت سرشان پسر بچه وارد اتاق شد و سپس بچه نوپای پاچنبری چنبری کسیف دیگری جاکش خشمگین به مرد عینکی اشاره کرد و به هیچ منطقی مثل کابوس بیدلیل و منطق گفت این آقا تو اداره آگاهی پلیس کار کرده پس بهتر از چیزی را که از تو خواسته شده بدهی به سمت مری رفتم مری اسم حرفهیش بود در این فاصله کون و کپل گندهش را به چار پایه ای کنار میز آشپزخانه رسانده بود تا سوپ نیمه رها شدهش را بخورد و بچه نوپا هم عروسک او را برداشته بود با موجی از دلسوزی که رفتار احمقانه مرا آشکار می کرد اسکناسی توی دست بی انداختم و او هم هدیه مرا به کاراگاه سابق تسلیم کرد با این کارش آنقدر اذیت شدم که زود رفتم هفت نمیدانم آیا آلبوم آن جاکش به این شبکه پیوندی داشت یا نه اما خیلی زود برای حفظ امنیت و سلامت خودم هم که بود باید ازدواج می کردم. خیال کردم که زندگی منظم، غذاهای خانگی، همه آداب و رسوم زندگی مشترک، فعالیت های معمول و دوابخش اتاق خواب و چه کسی می داند؟ شاید شکوفا شدن برخی ارزش اخلاقی و برخی جایگزین های معنوی به من کمک می کند تا اگر از حوث های خطرناک و آبروبر بر نپالایم دست کم آنها را در آرامش مهار کنم آن پول کمی که پس از مرگ پدرم به من رسید آخر هتل میرانا سالها پیش از مرگ او به فروش رفته و چیز زیادی نمانده بود به اضافه ظاهر بسیار گیرا و البته کمی هم ابوسم به من دلگرمی میداد که برای دستیابی به هدفم به جستجو بپردازم پس از اندیشیدن و بررسی بسیار زیاد دختر دکتری لهستانی را برگزیدم مرد خوبی که اتفاقا حمله های سرگیجه و تپش قلبم را درمان کرده بود از سوی دیگر با هم شطرنج هم بازی می کردیم و دخترش از پشت سپایه نقاشیش مرا تماشا می کرد و به جای کشیدن گل یاس و گوسفند چشم یا بند انگشتان مرا قرض می گرفت و توی چرندیات کوبیستیش جا می داد. از این روی کارش به شکست انجامید بگذار بار دیگر تأکید کنم من به رغم بدشانسی هایم مرد بسیار خوشتیپی بودم و هنوز هم هستم نرم رفتار بلند قامت با موی صاف و تیره و قیافه افسرده ولی بسیار فریبنده البته قوه مردانگی فوقلادهی که اغلب در قیافه ظاهری به صورت اندوه و افسردگی نمایان می شود به واقع بخشی از چیزی است که مالک آن مجبور است پنهانش کند و این در مورد من درست است افسوس که آن زمان اینقدر خوب نمی که هر زنی را انتخاب کنم با یک چشمک می توانم به دست آورم راستش کم کم برایم عادت شد که خیلی به زنها توجهی نشان ندهم تا مانند میوهی رسیده روی دامن سردم بیفتند اگر مثل مردهای معمولی فرانسوی بودم که به زنان جلف گرایش داشتند شاید به آسانی میتوانستم در میان آن همه زیبارویان دیوانه که گهواره تسلیم ناپذیرم را می جنباندند موجوداتی به مراتب دلرباتر از والریای لهستانی بیابم اما بعدها فهمیدم که انتخاب من بر پایه افکاری بود که در ذاتشان نوعی سازگاری رقتبار بود همه اینها نشان میدهند که هامبرت بدبخت همیشه در مسائل جنسی چقدر احمق بوده است هشت گرچه قرارم این بود که فقط دنبال شخصیتی آرام بخش با موی زهار تزئینی و دست پختی ستودنی از خوراک پود و فوی فرانسوی باشم آنچه به واقع مرا به سمت والریا کشاند تقلیدی بود که او از دختر بچه ها میکرد. این تقلید نه از آن روی بود که با علم قیبش مرا شناخته بود بلکه این سبک او بود و من بودم که به خاطر این سبک در برابر او زانو زدم. به واقع سنش کم نبود و بیست و هشت یا بیست و نه سالی داشت البته هرگز سن واقعیش را نفهمیدم چون حتی گذرنامهش نیز دروغ میگفت و از بکارتش هم بسته به شرایطی که بناب روحیه خاطر گرایش تغییر میکرد داستانهای گوناگون میبافت من هم که به سهم خودم آنقدر خام بودم که کمتر کسی میتوانست این گونه خام باشد مگر آدمی با افکار منحرف جنسی او به نظر نرم و کرکسان و شاد و شنگول بود و لباسهای پسرانه تنگ می پوشید. بخش بزرگی از پاهای صافش را نشان میداد و میدانست چطور قوزک سفید پایش را توی دمپایی های مخملی سیاه به نمایش بگذارد. لب و لوچه برمیچید و روی گونه هایش چال میانداخت ورج وورجه میکرد لباس چسبان میپوشید و موهای کوتاه فر و بورش را به سبکی بسیار کودکانه و لوس تکان میداد پس از مراسم کوتاهی در تالار شهرداری آپارتمانی نو اجاره کردم و او را به آنجا برد و پیش از آن که به او دست بزنم وادارش کردم لباس خواب ساده دخترانه ای را که از کمد لباس های یکی از یتیم خانه ها کش رفته بودم بپوشد از این کار من تعجب کرد به هر حال از آن شب زناشویی چنان ساعت های لذت بخشی ساختم که انگام دمیدن خورشید دیگر خلوچل شده اما واقعیت زود خودش را نمایان کرد موی رنگ شده بلند شد و ریشه های سیاهش آشکار شد مچ پای تراشیدهش زبر شد خیلی زود دهان مرتوبش با آنکه آن را از عشق پر می کردم با رسوایی شباهتش را به دهان مامان وزقمانند مرحومش که او را در پورتری نفیسی دیده بودم آشکار کرد و حالا به جای دخترک رنگ پریده هرزه پیرزنی در حقیقت بیمغز با پستانهای گنده و پاهای کوتاه چاق روی دست هامبرت هامبرت مانده بود این زندگی زناشویی از سال 1935 تا سال 1939 ادامه یافت تنها سرمایه او سرشت کم حرفش بود که کمک میکرد به آپارتمان فلاکت زده من حس قریبی از آسایش بدهد آپارتمانی با دو اتاق که پشت پنجره یکی از اتاقها چشمندازی قبارالود داشت و پشت دیگری دیواری آجری آشپزخانه کوچک و وانی به شکل کفش که وقتی در آن می نشستم احساس می کردم مارات شدم البته بدون خدمتکار یق سفیدی که بخواهد با ضربه چاقو مرا بکشد توضیح مارات رهبر انقلابی فرانسه در قرن هجدهم که شارلوت گردی او را در وان حمام خانهش با چاقو کشت ادامه داستان با هم چند شب خوب و خاطر ماندنی داشتی او در روزنامه پاریس سویر غرق می شد و من پشت میز زهوار در رفتم کار میکردم. با هم به سینما مسابقه دوچرخه سواری و مشت زنی می رفتیم. ولی به تن فرسودش به آن صورت گرایشی نداشتم مگر در مواردی ناگزیر و بسیار ضروری بقال روبرویی دختر کوچولویی داشت که سایش دیوانم میکرد اما سرانجام با کمک والریا برای بیرون آمدن از این گرفتاری موهوم راههایی قانونی پیدا کردم در مورد پخت غذا بی حرف و حدیث فکر خوراک پود و فوی فرانسوی را از سر بیرون کرده بودیم و بیشتر وعده های را در رستوران شلوقی توی خیابان بناپارت پشت میزهایی با رومیزی های لک و پیس شده از شراب و در میان ورور ور و سر و صداهای خارجی ها میخوردیم فروشنده مغازه بغلی صنایع دستی میفروخت و پشت پنجره شلوغش ماشین چاپ خوشگل و زرق و برقدار سبز قرمز طلایی و آبی پررنگ آمریکایی را به نمایش گذاشته بود و همچنین لوکوموتیوی با دودکش و سپری بزرگ که گویی از دل مرغزار شبی طوفانی و گنهای ارقوانی روشنش را میکشد و دود سیاه و راغش را با ابرهای بارانزای خزمانند ترکیب می کند. این زندگی از هم پاشید. تابستان 1939 عموی آمریکایی هم از دنیا رفت و برای من حقوق سالانه برابر با چند هزار دلار به ارث گذاشت. البته به شرطی که به آمریکا می رفتم و به کار و کسب او توجهی نشان می داد. این دورنما به نظرم بسیار خوشایند آمد احساس می کردم زندگیم به تکانی نیاز دارد موضوع دیگری هم بود آرامش زندگی مشترکی و با شکوه من را بید سوراخ سوراخ کرده بود هفته های آخر بیش و بیشتر متوجه می شدم که والریای چاق من دیگر مثل همیشه نیست عجیب بیقرار شده بود حتی گاهی ناراحت و آزرده می نمود که با شخصیت موجودیش در انبار شخصیتی که قرار بود جعل کند کاملا متفاوت بود وقتی به او گفتم که به زودی به سمت نیویورک حرکت می کنیم، گیج و پریشان شد چون برگه های هویتش مشکل داشتند ظاهرا گذرنامه نانسن داشت یا بهتر است بگویم گذرنامه نسناس چون به دلایلی حتی سهمی که در گذرنامه همسر صد در صد سویسیش داشت نمی توانست مشکل گذرنامه نانسنیش را رفع کند توضیح نانسن فرید تجویف مدیر مجمع ملل برای کمک به پناهندگان جنگ جهانی اول که یکی از نوآوریهایش صدور برگه هویت برای پناهندگان به این برگه های هویت که در پنجاه کشور جهان به رسمیت شناخته میشد گذرنامه نانسن می گفتند کلمه نسناز ناباکوف در برابر اسم نانسن واژه نون سن را که اینجا به معنی به درد نخوره است آورده ادامه داستان بنابراین فکر کردم بهتر است برویم رئیس حوزه یا مقامات رسمی دیگر را ببینیم و در ضمن با شکیبایی بسیار برایش درباره آمریکا کشور بچه های گلگون و درختان کمانند توضیح دادم و گفتم که زندگیش نسبت به زندگی در این پاریس تیره و دلگیر تغییری اساسی خواهد کرد اما به این تصمیم من هیچ میل و علاقه ای نشان نداد یک روز صبح وقتی مدارکش دیگر داشت کم و بیش آماده میشد، هنگام بیرون آمدن از یکی از ساختمانهای اداری همانطور که مثل اردک راه می رفت بیان که حرف بزند سر پشمالویش را تند و پی در پی تکان داد چند دقیقه گذاشتم سرش را خوب بجنباند و سرانجام پرسیدم اتفاقی افتاده که من نمیدانم و او پاسخ داد من از زبان فرانسه ترجمهش می کنم و به گمانم او هم به نوبه خودش از یکی از زبانهای بیمزه اسلاوی به زبان فرانسه ترجمه کرده بود پای مرد دیگری در میان است بیتردید هیچ مردی دوست ندارد این عبارت زشت را از دهان زنش بشنود اعتراف می‌کنم که با شنیدنش گیج شدم دلم میخواست او را بزنم ولی زدنش وسط خیابان ممکن نبود گرچه یک مرد عامی درستکار این کار را می کرد. سالها تحمل رنجهای پنهانی به من درس بردباری فرا انسانی آموخته بود. او را تا پای تاکسی که مدتی کنار جدول همپای ما پیش می آمد بردم و سوار شدیم. در آن فضای کم و بیش خصوصی، آهسته از او خواستم که آن حرف بیمعنی را توضیح بدهد خشم فضاینده ای داشت خفه هم می کرد. نه به این دلیل که به آن آدم مزهک به مادام هامبرت علاقه خاصی داشتم بلکه به خاطر پیش آمدن همزمان چند موضوع قانونی و غیر قانونی که خودم باید تنها در تصمیم می گرفتم. و او والریا زن مسخره من با گستاخی داشت به شیوه خودش از دست سرنوشت و کمک من رها میشد. از او اسم معشوقش را پرسیدم دوباره پرسشم را تکرار کردم اما او فقط ورور ای کرد و در باره بدبختیش در زندگی با من گفت و از تصمیمش برای طلاق فوری سرانجام مشتم را روی زانویش کوبیدم و فریاد زدم میگویم اسمش را بگو بیان که یک کی بخورد طوری توی چشمهایم زل زد که گویی جوابش آنقدر ساده است که لازم نیست به زبان آورد و سپس شانههایش را بالا انداخت و به گردن کلفت راننده تاکسی اشاره کرد او هم جلوی قهوهخانه کوچکی ایستاد و خودش را معرفی کرد اسم مسخرهاش یادم نیست ولی پس از این همه سال هنوز قیافش را خوب به یاد میآورم روسی خپل و سفید از سرهنگ های سابق با سبیلی کلفت و موی کوتاه سربازی هزاران نفر از آنها در سطح شهر پاریس از این نمونه معامله های احمقانه می کردند. پشت میزی نشستیم یارو تزاری شراب سفارش داد و والریا پس از آن که دستمال مرتوبی روی زانویش گذاشت شروع کرد به حرف زدن البته با درون من به جای با من کلمه ها را بسیار روان در این مخزن با شکوه میریخت هرگز فکرش را هم نمی کردم که او چون این توانی داشته باشد گهگاهی هم رگباری از کلمه های اسلاوی به سوی آن معشوق پوست کلفتش روانه می کرد اوزار وارونه پیش میرفت و وقتی کلونل تاکسی با لبخند مالکیت کوشید والریا را خاموش کند و شروع کرد از نقشه ها و برنامه های آیندهش گفتن از آن هم افتضاحتر شد فرانسوی را با دقت ولی با چه لحجه زنندهی حرف می سد. دنیای عشق و کار را طوری شهر می داد که گویی می خواهد با والریا زن کودکش بازو در بازو وارد آن شود بالریا حالا داشت میان من و او آرایش میکرد و به لبهای جمع شدهش رژ میمالید و قبقبش را سه برابر میکرد تا به خط سینهش برساند و کارهای دیگری از این دست و مرد هم جوری از او حرف میزد که گویی قایب است یا کودک صغیری است زیر سرپرستی کسی و حالا به صلاح اوست که از بودن زیر سرپرستی یک آدم عاقل به بودن زیر سرپرستی آدم عاقلتری برود میدانم ممکن است این خشم ناخداگاه هم سبب تغییر و تشدید بعضی احساسات شده باشد اما قسم میخورم که او داشت با من سر چیزهایی مثل خوراک او عادت ماهانش کمد لباسها و کتاب هایی که خوانده و باید بخواند مشورت می چون گفت به نظر من جان کریستوف را دوست خواهد داشت آه چه استاد کاملی بود آقای تاکسیویچ برای پایان دادن به این حرف چرند به والیریا پیشنهاد دادم مختصر وسایلی را که دارد فوری بردارد و برود با این پیشنهاد کلونل مسخره برای خودنمایی گفت حاضر است آنها را تا توی ماشین بیاورد پس کلونل با برگشت به حرفه واقعیش خانواده هامبرت را تا خانهشان برد و در تمام راه والریا حرف زد و هامبرت ستمگر با هامبرت کوچولو مشورت میکرد که آیا هامبرت هامبرت خود او را بکشد یا معشوقش را یا هر دو را و یا هیچ کدام را یادم میآید یک بار وقتی اسلحه دوست دانشجویی را به دستش میدادم در یکی از آن روزهایی که فکر کنم تا به حال در موردش حرفی نزدم و حالا هم وقت این کار نیست به این فکر افتادم که از خواهر کوچولویش یکی از اسیری ترین نیمفت ممکن دخترکی با موهای آراسته به پاپیون سیاه لذت ببرم و بعد خودم را بکشم حالا مانده بودم که آیا والچکا اسمی که کلونل صدایش می کرد اصلا ارزش کشتن خفه کردن یا غرق کردن دارد یا نه پاهای خیلی حساسی داشت و فکر کردم همین که تنها شدیم بهتر است به جای هر چیز از همین پا ناکارش کنم اما لحظه ای تنها نشدیم وقتی والچکا داشت چمدان بزرگ و دو تا ساک و یک کارتون را تا مرز پاره شدن پر می کرد و با عشقهای روانش رنگین کمان آرایشش را روی صورتش پخش می کرد تصور اینکه کفش‌های کوهنوردی‌ام را بپوشم و با نوک پا دنگ محکمی به کپلش بزنم ناممکن بود چون کلونل لعنتی دائم آن دوروبر می پلکید نمیگویم رفتارش از روی بی احترامی بود اتفاقا به عکس مثل بازیگر فرعی در کنار بازیگر اصلی مرا جذب و گمراه می کرد چون با رفتار معدب مردم متمدن دنیای قدیم برای هر حرکتی به زبانهای گوناگون و با تلفظ اشتباه اکسیوز میس کو ژ دونا پردون ژ کوی عذرخواهی خواهی میکرد و حتی وقتی والچکا شورت های صورتی زرق و برقدارش را از روی بند بالای وان پایین می آورد با کیاست سرش را برگرداند اما نامرد به نظر همیشه همه جا بود و هیکلش را با قالب آپارتمان ما جور می کرد. روی صندلی من روزنامه می خاند. گره تنابی را باز می کرد. سیگاری می پیچید. قاشخهای چای خوری را می شمرد. به دستشویی سر می زد. به روسپیش کمک می کرد تا پنکه ای را که پدر والچکا به او داده بود جمع کند. و چمدانهایش را تا خیابان می برد توضیح جدونا کویی به اشتباه از زمان گذشته استفاده کرده و یک حرف ان اضافه گذاشته تا لحجه روسی او را در زبان فرانسوی نشان دهد ادامه داستان من هم دست به سینه نصف باسنم را روی لبه پنجره گذاشته بودم و از نفرت و دلزدگی داشتم میمردم سرانجام هر دو از آپارتمان لرزان بیرون رفتند و من به جای سیلی که باید مثل بازیگرهای فیلم ها با پشت دست تو گوش والچکا میزدم جایگزین ناچیزی را برگزیدم و در را با چنان شدتی پشت سرشان بستم که صدایش هنوز در هر رگ و پیم زنگ می زند. سپس ناشیانه نقشم را بازی کردم و پریدم توی دستشویی تا ببینم اتکلون انگلیسیام را نبرده باشند. نبرده بودند. اما زود متوجه شدم که مشاور سابق تزار پس از اینکه که قوب مسانش را خالی کرده سیفون را نکشیده با دیدنش بد جوری حالم به هم خورد به واقع استخر با شکوه شاش آن بیگانه با ته قهوهی سیگارش که در آن وا میرفت، رفت بزرگترین اهانت ممکن به من بود و چنان خشمگینم کرد که وحشیانه دوروبر بر خودم میچرخیدم تا هفت تیری پیدا کنم البته خوب که فکر میکنم میبینم این هم چیزی نبود به جز ادب طبقه متوسط روسی و همچنین شرم شرقی احتمالا که کلونل خوب مکسیموویچ اسمش ناگهان به ذهنم رسید این آدم بسیار رسمی و دیگر هم قماشهایش را آن داشته که نیاز شخصیش را در سکوتی معدبانه رفع کند و با سرازیر کردن حجم زیادی از آب پشت چکه چکه های آهسته ادرارش صدای بلندی در خانه نپیچاند و کوچکی اندازه خانه میزبانش را به رخش نکشد اما این فکران لحظه به ذهنم نزد و با خش می و برای پیدا کردن چیزی بهتر از جارو همه آشپزخانه را می کامیدم. سپس از گشتن دست کشیدم و با تصمیمی قهرمانانه از خانه بیرون زدم تا با مشت به او حمله کنم البته به رغم بنیه خوبم مشت زن خوبی نیستم در عکس مکسیموویچ که گرچه کوتاه قد بود با آن سینه فراخ به نظر می آمد از چدن خام درست شده باشد در فضای خالی خیابان هیچ اثری از زنم و رفتن او نبود به جز دگمه شیشهیش که پس از سه سال نگهداری بیدلیل در جعبه شکسته حالا توی گل کنار خیابان افتاده بود احتمالا همین دگمه جلو شکستن دماغم را گرفت با این همه پس از مدت کمی تاوان کاری را که با من کرد پس داد یک روز مردی پاسادینایی به من گفت که دوروبر سال 1945 خانم ماکسیمویچ با نام دختری زبروفسکی سر زا رفت گویی زن و مرد به گونه ای خودشان را به کالیفرنیا رسانده بودند و نجات شناسان معروف آمریکایی با حقوقی بسیار خوب آنها را به مدت یک سال در پروژه آزمایشی به کار گرفته بودند. پروژه درباره واکنش نژاد انسان به عنوان چهار پای دیرین به رژیم غذایی موز و خرما بود. خبررسان دکتری بود که قسم میخورد با چشمهای خودش والچکای چاق و کلونل را که اکنون چاقتر و موهایش هم سفید شده دیده است می گفت توی یکی از دستهایشان میوه بود و دست دیگر آب و دست دیگر زیرانداز و دست چهارم چیزهای دیگر و به همراه چهارپایان دیگر که از میان آدم های بدبخت و توحیده است انتخاب شده بودند به سختی روی کف شسته شده اتاقهای روشن می خزیدند. برای خواندن نتیجه این آزمایشها ها همه مجله های مردم شناسی را ورق زدم ولی گویی هنوز چاپ نشده البته این آزمایش های علمی بعضی وقتها طول می کشد تا به بار بنشیند امیدوارم وقتی چاپ شد شرح و عکس هم داشته باشد گرچه گمان نمی کنم کتابخانه زندان چون این آثاری را در خود جای دهد این یکی که من این روزها در آن زندانی شده ام به رغب آن همه لطف و محبت وکیلم خود مثال خوبی برای نشان دادن وضعیت کتابخانه های زندان هاست اینجا مثلا انجیل دارند که خب معلوم است و همچنین آثار دیکنز سریه خیلی قدیمیش را از نشر جی دبلیو دیلینگ نیویورک سال 1887 که حتی سالش با شماره های لاتین نوشته شده دانشنامه کودکان با عکس های قشنگی از دخترکان شلوارک پوش پیشاهنگ با موهای بور شفاف و اعلام یک قتل از آگاتا کریستی ناگفته نماند که اثری مثلا درخشان مثل ولگردی در ایتالیا نوشته پرسی الفینستون نویسنده بازدید از ونیز چاپ بوستون سال 1868 و اثری کم و بیش جدید 1946 به نام افراد بلندآوازه سینما مثل بازیگران، تولید کننده ها، نمایش نویس ها و همراه عکس های یا صحنه های فیلم هایشان نیز در این کتابخانه یافت می شود. دیشب که این آخری را ورق می زدم از قضا نگاه هم روی چیزی خیره ماند که منطقدانان از آن بیزارند و شاعران عاشق آن. بیشتر آن صفحه را اینجا بازنویسی می کنم. رولند پایم متولد سال 1922 از لاندی ماساچوست دانش آموخته مدرسه تئاتر السینور دربی نیویورک در سانبرست روی صحنه رفت و در کنار بسیاری از کارهای دیگر دو بلوک از اینجا دختری سبز پوش شوهری گیج قارچ عجیب بزن و برو جان لاوی و در رویای تو بودم را بازی کرده است کلر کوئلتی نمایش نام نویس آمریکایی متولد سال 1911 از اوشن سیتی نیویورک دانش آموخته دانشگاه کلمبیا از کار در آگهی به نمایش نام نویسی رسید نویسنده نیمف کوچک بانوی عاشق آزرخش در همکاری با ویوین دارک بلوم و همچنین اصر سیاه قارچ عجیب عشق پدرانه و چیزهای دیگر نمایشنامه هایی که برای بچه ها نوشته فراوان و در خور توجه هند نیمف کوچک 1940 در فصل زمستان به شعاع 14 هزار مایل روی صحنه رفت و پیش از آن که به نیویورک برسد دویست و هشتاد بار بازی شد سرگرمی های این نویسنده ماشین های سرعت، عکاسی، حیوانات دست آموز. دلورس کوین متولد سال 1882 از دیتون، اوهایو، دانش آموخته آکادمی آمریکا. اولین بار در سال 1900 در آتاوا روی صحنه رفت. کارش را در سال 1904 در نیویورک با نمایش هرگز با غریبه ها حرف نزن آغاز کرد در سی نمایش دیگر ظاهر نشد اینکه اسم معشوق نازنین من به این عجوزه بازیگر چسبیده هنوز هم مرا با دردی جانسوز تکان میدهد شاید او هم باید هنرپیشه میشد متولد 1935 در نمایش نام نویس آدم کش ظاهر شد متوجه شدم که در پاراگراف پیش قلمم لغزید و به جای ظاهر شد نوشتم ظاهر نشد اما لطفا درستش نکن کلارنس به همچنین در کوین سوین و مجرم در کشتن محرم آه لولیتای من فقط این کلمه ها برایم ماندهند تا با آنها بازی کنم